لباست هم محشره، مرسی. این لباس و یه خانم، این هم یه خانم افغانی توی کلاسی بودم، انقدر خوشش اومده بود از من. بعد اولا درباره من گفت، من خیلی دربارهش خیلی درباره بد برخورد میکرد، برای اینکه میدونست میشناخت تو هامبورگ در مورد زیبا نوبت. بعد که اومد تو کلاس بعد میگفت چقدر تو روحیه میدی، چقدر مثبتی، چقدر فلان و اینا، انقدر که دیگه اولا از من دور میشست. بعد کم کم اومد اشکالاش از من میپرسید، بعد دیگه بالاخره آخر سرم اینو به من هدیه داد. خیلی خوشگله، خانم افغانی، صالحه، اسمش صالحه، زیبای خوشخنده، دوست داشتنی. آره این فرناز گفت این گردنبند خیلی خوشگله. آره خیلی خوشگله. خب المیرا بیاد ببینیم. المیرا خب بگو من ببینیم جواب چه دادم. دردی دیگه. حرف دل، حرف دل که همیشه درده به نظر من. چرا؟ نمیدونم، چون همیشه با عقل در جنگ. دلمون یه چیزی میگه، عقلمون یه چیزی میگه، بعد ما میمونیم بین حرف دلمون، به حرف دلمون گوش کنیم، به موردی حرف بگو الان، عقلمون گوش موردی کنیم. بگو الان ببینیم که، موردی بگو ببینیم که چی. تو تهران بودی؟ مورد نه عزیزم، من آبادانم. آبادان. آبادان خیلی خوب. بگو ببینیم موردی چه مشکلی داری که الان یه حداقل تو این لایف یه کاری کرده باشی. موردی مثلا من خودم، زندگی خودم که دو تا بچه دارم، جدا شدم، عقلم میگه خب حالا به خاطر بچه ها و راحتی اونا و نمیدونم این مسائل دیگه نرم دوباره ازدواج کنم. البته من خودم از اینایی هم که ازدواج رو زیاد قبول ندارم، ولی از طرفی هم به خاطر تربیت خانوادگی و به خاطر اینکه تو جامعه زندگی میکنم که یه سری قوانین یکم سختگیرانه داره، ببین من یه این پیشنهاد میکنم، تو حتما میخوای ازدواج کنی؟ یه نه ازدواج رو نمیدونم میخوام ازدواج الان کنم یا نه. موردی داری مسئله که اینه دوستش که داری؟ نه بگو ببینم موردی داری دوستش که داری داشته باشی. آره خب برو. چرا؟ چند وقت دوستش داری؟ چند وقت باشه؟ یک سالی میشه تقریبا. یک سال با هم ارتباط دارید؟ همدیگر دورا میبینید؟ دور دورا دور میدونی ما همسال ما تو خانواده های سخت گیرانه بزرگ بیل شدیم، کن همسال ما جامعهمونم رو بیل کن. بزن رو بیا به اسم اون پسر. این اسمش چیه؟ یاسر. یاسر. دوستش داری؟ آره آخی چه آره میگه. بچه هات میشناسنش؟ نه اصلا. خب بهش بگو، به بچه هات. بچه ها چند سالشه؟ دو تا پسر دارم، یکی 9 ساله و یکی 11 ساله. خیلی خوب. یاسر، یاسر اونا رو دیده، عکساشون رو دیده، دوستشون داره بچه ها تو؟ نمیدونم احساس اون چه ازش جوریه، بپرس نمیدونم. بگو که دوست داری. ببین من با جمال آشنا شده بودم، دو تا بچه داشتی که اول میگفتش که بچه های من. گفتم نه ببین، بچه های تو به تو تعلق دارن و برای در زندگی من موثرم. بچه هات مطمئن، من میخوام بچه هاتو با من آشنا کنی. من یادمه یه اولین بار مثلا حالا تو کتاب زینب نوشتم دیگه، ببین تو یاسر رو با بچه ها، دوتا پسرات، اسم دوتا پسرات چیه؟ بنیامین و امیر حسین. بنیامین و امیر حسین. به بنیامین و امیر حسین امشب برو بگو من یه پسری رو دوست دارم، یه مردی رو دوست دارم، اسمش یاسره، یه سال باش ارتباط دارم، میخوام با شما آشنا کنم. خب اول مهم بچه هات هم. بچه هات تو طلاق گرفتی دیگه؟ چند وقت طلاق گرفتی؟ 5 سال. 5 سال طلاق گرفتی. خب بچه هاتو باش آشنا کن. برخورد یاسر با بچه هات خیلی مهمه. بعد برخورد بچه ها، ممکنه بچه ها بگن که نه ما ازش خوشمون نمیاد، خب یا بگن خوشمون اومد. ببین که اونها چه برخوردی میکنن. بعد که بگو که خب بیا بیاد خونه، با تو خونه با بچه ها آشنا بشه، تو خونه بیاد با هم غذا بخورید، با هم برید بیرون. بگو یه مدتی میخوام ببینیم، ما الان عجله ای نداریم که با هم حتما زندگی کنیم. من نمیخوام از شما دو نفر هیچ چیز مخفی داشته باشم.
درسته. خیلی خوب. و بعد میگی که نظر بدید. نظر شما برای من مهمه. بنیامین و اون یکی؟ امیر حسین و بنیامین. نظرات شما برای من مهمه. یاسرم که الان به نظر من تو این رابطه یه ذره کوتاهی کرده. به تو نگفته که حتما تو ای گفتی خانواده ما، خانواده مذهبی، خانواده فلان فلان. بیل کن دیگه، زن بزرگ هستی دیگه. چند سالته؟ 63 هم. متولد 63. متولد 63 بگو. چند بار بده حساب بکنم. 63 نمیدونم اینا. چی؟ 36 37 اول. 36 37 سال دیگه. میخوای خانواده من 10 سالمه. حالا بیل کن. ما حالا نمیخوایم که اونا رو این روحیات و اینا. ببین به چیز کن. بهشون بگو که یعنی واقعا بگو این تصمیم گیری برای خودم. خیلی طلاق میگیرن که خودشون برای زندگیشون تصمیم بگیرن. بعدش هم لازم نیستش که ازدواج کنی. یه دونه آقا بالا سر برای خودت بیاری. یه مدت با همدیگه بچه هات هم ببینه. یاسر رو ببینن. الان ممکنه بچه هات لایو تو ببینن؟ نه عزیزم، دارن تو حیات تفنگ بازی میکنن با دوستاشون. نه ممکنه بعدم ببینن. من با بچه‌هام راحتم، بهشونم میگم، میگم که من ممکنه که اینو بگو بعد به من خبرشو بده. آه باش. بگو حتما بگو. این یه قدم اول. باش. بعد اینکه مثلا هم در عوامل بیرونی دنبالش نباش، اصل خودتی. مهم اینه که خودت از خودت، یعنی برای خودت تصمیم گیری بکن. خب این خیلی مهم. اون طرف هم مجرده. بله بله. زیبا جان یه تعارض بله یه تعارض های خیلی مبهمی تو وجود من خودم شخصا میگم جنگ همش تو وجودم. نمیدونم حالا به خاطر اینکه تربیت سختگیرانه ای داشتیم، به خاطر اینکه من خودم احساس میکنم اصلا با اون جو جامعه خیلی فرق میکنه فکرم. ببین تو دایره جامعه ما نمیتونیم جامعه رو تغییر بدیم. ما بله جامعه رو نمیشه خودت. تغییر بدیم. بله خودتی خودتو تغییر بده. بله. و با این بچه ها ارتباطت رو با بچه ها به صمیمی تر کن. همه چی یک سال امین الان نتونستی این مسائل رو بهش بگی و این نشون میده که خودت تو این جاهای جامعه نکن. خودت هم یک کس مخفی کار هستی که دیگه تا الان نگفتی دیگه. باید شروع کنی حرفتو بزنی. این جنبش خب زیبا جان عزیزم همیشه ببخشی اولویت حفظ جانه. خب ما تو جامعه زندگی میکنیم که ممکنه خیلی از خواسته هامون باعث بشه که جانمون در خطر بیفته. پس من دیگه بحث رو منطق یه سوال میکنم. ببین اگه عقل و منطق میگه که حرف منو گوش کن، امروز میخوای این حرفو بزنی به این که در مورد یاسر با امیر حسین و بنیامین صحبت کنی یا نه؟ آره یا نه؟ کاری به اونا ندارم. من خودم مشکل با خودمه. من کاری به اونا ندارم اصلا. الان من مشکل خودم نیست. مشکل با بچه ها نیست. مشکل تعارضیه که خودم با خودم دارم. درگیریه که خودم با خودم دارم. درگیری چیه؟ درگیری فکر میکنم که اگر بخوام به خواسته های خودم توجه بکنم ممکنه که دوباره دوچار درد سر بشن. یه موردش که بگو یه خواسته تو الان نمیخواد خواسته ها رو در نظر بگیری. یه خواسته رو بگو. به هر حال الان همین کار رو برو انجام بده، نتیجه شو بگو، بعد ببینیم مرحله بعدی. با بچه های زن هایی که قوی هستن تماس بگیر، ارتباط برقرار کن. باش من ارتباط خیلی کمی دارم با فقط با خانواده ارتباط دارم. با خیلی اصلا یه دوست داشتم که اصلا با اونم دیگه الان یک سال اصلا ارتباط ندارم. ولی چرا نمیای تو گروه ما؟ چرا نمیای تو گروه ما؟ تو گروه شما؟ آره. باشه میام. بیا تو گروهش. فعلا بیا اونجا باشه. اونجا مثلا مطرح کن تا بعد. برو تا بعد. بای بای. باشه قربونت. مرسی. خدافظ.